سمیرا هستم با برنامه نبض. با سلام خدمت تمام بینندگان عزیز، با برنامه نبض با ما هستیم این هفته. امیدوارم که هفته خوبی و خوشی رو پشت سر گذاشتیم. امروز میخواییم در مورد داروهایی با شما صحبت بکنیم که برای اکنی یا همون جوش صورت استفاده میشه و یه مروری بکنیم در مورد این داروها. حدود 85% مردم کلن در طول زندگیشون دچار اکنی میشن یا همون جوش صورت میشن، حالا یا در سن بلوغ این اتفاق میفته یا در سنهای بالاتر که معمولاً در سنهای 20 تا 40 سالگی این برطرف میشه. اکنی معمولا در زمان نوجوانی کلن شروع میشه که حدود 70-90% افراد، یعنی افراد نوجوان، دچار این مشکل مریضی پوستی میشن که معمولا به خاطر افزایش هورمون اندروژن هستش که باعث میشه افزایش چربی کلن زیاد بشه تو بدن و باعث کلن جوش صورت میشه. البته عواملهای دیگه ای هستش که باعث جوش صورت میشه، مثل حاملگی، بارداری، تغییرهای هورمون بدن کلن، مواد پاک کننده ای که به صورت میزنیم، لوازم آرایشی و اون براش های آرایشی که به صورت میزنیم، استرس و غذایی که کلن بالا برای مثلا چربی و قند هستن باعث جوش میشه. البته این نکته اینجا بگم که این نکته آخر، غذایی که پر چربی و قند هستن، هنوز ثابت نشده. میگن شکلات و اینا باعث جوش میشه، هنوز ثابت نشده، این تحقیقات نشون نداده. البته بد نیستش که کلا سبزی و میوه‌جات رو وارد رژیم غذاییمون بکنیم، برای شفافی و کلا سلامتی پوست بی تاثیر نیستش. خب داروهایی که داروها و کرمایی کلن زیادی هستش که توی برای اکنی کلن به کار میره که چند تاشو امروز مرور میکنیم. یکی از موادی که OTC هم over the counter یا بدون نسخه کلن وجود داره، محصولی به نام Clean and Clear هستش که کلن مخترعش رولان بودش و در 1957 وارد بازار شد. اسم Clean and Clear رو برای این دادن به این محصول که کلن این کمپانی ادعا میکنه که هیچ رنگی، هیچ کلن بویی اضافه نشده تو محصولشون و وقتی کلن این محصول رو میزنیم به صورتتون دیگه هیچ اثری ازش نیمونه، رزیدو بهش میگن، رو صورت نیمونه. البته لازم به یه نکته اینجا میخوام کلن بگم که کلن تمام این محصولات بیشترشون که وقتی استفاده میکنیم و رو پوست میذارین بعد از اینکه شسته میشه، اون دارو دیگه موقع دیگه کار نمیکنه، دیگه شستین و تموم شده و این اداره که این کلن کمپانی میکنه برای بیشتر این داروها هستش. خب این دارو، یعنی بیشتر این داروهایی که over the counter هستن، دو تا عنصر اصلی دارن به نام، یکیشون به نام بنزول پروکساید هستش که باکتری رو کلن ابین میبره و دومی سیلیک اسید هستش که یه لایه برداری کوچیکی رو پوست میکنه. معمولاً داروهای OTC، یعنی همین داروهایی که over the counter هستن، بدون نسخه پزشک هستن، کرمایی که هستن، این بنزول پروکساید که همونی که از عنصرهایی که تو این مواد هستن، بین 2.5% تا 5% هستش که البته خیلی ها این دکترهای داروسا ترجیح میدن که با 2.5% شروع بکنین و اگر دیدین اثری نداشتش یا هیچ اذیتی نکردش صورتو، میتونین به 5% افزایش بدین. با 5% شروع نکنین چون هنوز حساسیت پوستتون رو به اون صورت نمیدونین. Clean and Clear در چند سال اخیر خیلی از محصولاتی وارد بازار کرده که همش بیشترشون هم برای اکنی هستن و اینا.
یکی دیگه از محصولاتی که وجود داره به نام آکسی هستش که حدوداً 30 سال هستش که تو بازار هستش این محصول و این کمپانی کلاً ادعا میکنه که محفظه‌های پوست رو باز میکنه و باعث میشه که اکسیژن وارد پوست بشه، برای همین اسمش همون اکسی هستش و اجازه میده که پوست کلاً نفس بکشه و وقتی زمانی هستش که وقتی پوست میتونه نفس بکشه باکتری اجازه رشد نمیده. که این دارو هم همونجور که گفتم سالیان یعنی 30 سالی هستش که وارد بازار شده و یه محصول تقریبا معروفی هستش. بیشتر داروسازا میگن اول معمولا اگه اکنی خیلی مایلدی داری یا اکنی زیادی نداری معمولا میگن با صابون گلیسرین صورتتون اول بشورین و بعد میتونین این آکسی و محصولات آکسی رو استفاده بکنین. دارو بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم داروی به نام سپکترال جل هستش که یه محصول کانادایی هستش که کلا یه داروساز کانادایی اینو اختراع کردش و فقط هم در کانادا وجود داره فعلا. این کمپانی ادعا میکنه در آرومترین روش ممکن کلا صورتو میتونه بشو، یعنی میتونین این محصول از این محصول استفاده کنین و صورتتونو بشوین و هیچ خواص دارویی تو این کلن کرما وجود نداره. محصولات زیادی هستش که میتوانید بدون کلن نسخه پزشک بگیرید که برای همین اکنی هستش که همین نام چند تا رو نام بردیم که فقط که چون محدودیت وقت داریم همشون رو نام نمیبریم، ولی خب خیلی از محصولات کرمی هستن over the counter. بیشتر با دکترای داروساز صحبت بکنین میتونن بیشتر به شما معرفی بکنن. اصلی ترینش همین چند تایی که بهتون گفتم، البته یه دونه دیگه هستش که خیلی معروف هستش، پرواکتیو هستش که فکر کنم تبلیغشون رو خیلی دیدین و بیشتر در موردش توضیح میدیم. با ما باشین، برمیگردیم. این پرواکتیوی که همونجور که گفتم یکی از محصولات معروفی هستش که چند سال اخیر وارد بازار شده و به خاطر همون تبلیغای زیادی که در موردش شده خیلی معروف شد، ولی بعد اینجا ببینیم که کلن همون محصولاتی که over the counter هستن بدون نسخه هستن داروخونه ها میتونیم پیدا بکنین، بیشتر همون عناصری که تو پرواکتیو هستش تو همون مواد که مثل کلین اند کلیر، نوتریجینا، آکسی، همه اینا پیدا میشه. اون فقط چون میگم تبلیغش یه ذره زیادتر کردن و یه خورده معروف شده، ولی زیاد فرقی با چیزایی که over the counter هستش نداره. محصولات دیگه هستش که میتونیم با نسخه پزشک بگیریم، کلن زمانی این اتفاق میفته که میبینیم خیلی از چیزایی که over the counter گرفتیم بدون نسخه پزشک گرفتیم کار نکردش و یا جوشا داره بیشتر میشه یا هیچ کمکی نکردن، میتونیم اون موقع به پزشک مراجعه بکنیم و خیلی چیزا هستش که به شما میتونن تجویز بکنن که توی این جوش و اکنی کمک بکنه. یکی از این چیزایی که دکترها تجویز میکنن و ترجیح میدن اول کلن کرم و ژل رو تجویز بکنن به شما، معرفی به شما کنن، یه چیزی به نام دیفرنت جل هستش که در آزمایشگاهی به نام گلدرما در فرانسه کلن اختراع شد و در سال 1997 کلن وارد بازار آمریکا و کانادا شدش. این دارو به صورت کرم و ژل مانند هستش که 0.1% و 0.3% هستش. البته 0.1% برای کلن روزیشا یا همون اکنیایی که برای زیاد نمیشه گفتش التهاب داره استفاده میشه و 0.1% و 0.3% معمولا برای اکنی ادالت یا همون بزرگسالی استفاده میشه. که کلن ادعا میکنن و این دارو یعنی کلن این کارو میکنه که پوستو از چربی شاپ میبره و کلن جوشا رو خوش میکنه.
دارو بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم داروی به نام سیوا ای هستش که این دارو کلن حاوی و مشتقات ویتامین آ هستش که در سال 1969 دو دکتر اینو اختراع کردن و برای کلن اکنی مایلد یا اکنی که زیاد نمیشه گفت التهاب داره معرفی کردن به بازار. و همونجور که گفتم بازم یکی دیگه از داروهایی هستش که اول دکتر میره سراغش رو تجویز میکنه قبل از اینکه داروهای دیگه کلن تجویز بکنه. خب وارد داروهایی میشیم که کلا میتونیم بخوریم. البته کرمای دیگه هم هستن همونجوری که گفتم ولی به خاطر همین محدودیت وقت این ساعتی فقط این دوره میکنیم بعضی از یعنی معروف ترین از این کرما. یکی دیگه از این داروها کلا دکترها سراغش میرن وقتی میبینن دیگه کرم اثر نمیکنه داروهای آنتی بیوتیک هستش. بعضی اسمشون داکسیکلاین، اریثرومایسین، کلیندامایسین، تتراسایکلین، مینوکسیسیلین هستش که معمولا دکترها ترجیح نمیدن این داروها رو تجویز بکنن همون اول به خاطر اینکه ترجیح میدن که کلا این داروهای آنتی بیوتیک رو زمانی به شما تجویز کنن که مریض کلا چک سینه کرده یا بدنش کلا چکی کرده که بتونه اون موقع استفاده بکنه. برای جوش اگه داروهای آنتی بیوتیک رو کلا همون اول تجویز بکنن کلا بدن به قول معروف عادت میکنه و اون خاصیت رو کلا از بین میبره برای زمانی که واقعا مریض احتیاج داره همونجور که گفتم یا برای چرک و چرک سینه چرک دیگه بدن کلا. و کلا برای فقط صورت نیستش وقتی اینو میخوریم برای اکنی یا همون جوشای ناحیه سینه و پشت هست کلا برای بدن جوشای بدن هستش میتونیم به کار ببریم. خب قرصای دیگه ای هستش قرصای ضد بارداری هستن برای خانمان تجویز میشه برای همون اکنی و جوش که باعث میشه که کلا همونجور که گفتم اندروژن وقتی میره بالا تو بدن هورمون اندروژن میره بالا باعث جوش صورت میشه و این قرصای ضد بارداری رو که تجویز میکنن کلا این بالانس رو نگه میداره و جوشا رو کم یعنی کمتر میکنه و ابین میبره که بعضی از این قرص ها اسمشون الاس، یاز، یازمن، ترایسایکلین که فقط هم میتونیم با نسخه پزشک بگیرین چون میدونم خیلی از مریضا میان و فکر میکنن چون میکنم تو ایران بدون نسخه پزشک میگیرن ولی در کانادا حتما 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 باید نسخه پزشک باشه. داروهایی که کلن دکترها تجویز میکنن همین داروها هستن بیشتر همون که گفتم کرمای بیشتری هستش. حالا بازم بعد با دکترای داروساز با دکتر خودتون صحبت بکنین که ببینین بستگی به شرایط داره بستگی داره که کلا جوش چجوری هستش. آخرین ریزورتی که کلا بیشتر دکترها یعنی آخرین دارویی که واقعا بیشتر دکترها سراغش میرن چون این داروی تقریبا میشه گفت خطرناکی هست داروی به نام اکیوتین هستش یا همون راکوتان که فکر کنم تو ایران معروف به راکوتان هستش که این دارو کلا یه دارویی هستش که بازم مشتقاتش ویتامین آس و التهاب رو میخوابونه و چربی ها رو کم میکنه کلا که معمولا این دارو در اکنیایی که کلا خیلی 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 سویر هستن استفاده میشه و جوش ها که حاوی از جوش ها و چرک هایی که خیلی بزرگ هستن و در مواردی که معمولا دیگه آخرین ریزورت هستش و به عنوان آخرین درمان استفاده میشه. خب عزیزان این بود برنامه امروز ما، امیدوارم که استفاده کرده باشین. اگه سوالی چیزی دارین حتما روی فیسبوک پیج ما که www.facebook.com/myradiorayo هستش یا radiorayo.com برین و سوال خودتون رو بنویسین. ما با دکتر و کلن با دکترهای داروساز در ارتباط هستیم و میتونیم به سوالات شما عزیزان جواب بدیم. هفته خوبی رو برای همتون آرزومندم. خدا نگهدار.